از هر ده نفر چهار نفر دچار آلرژی غذایی آمار وحشتناکیه اما منظور از آلرژی غذایی یعنی چی آلرژی غذایی زمانیه که سیستم ایمنی بدن غیر به طور غیرعادی به غذاهای خاص واکنش نشون میده اگرچه واکنش های آلرژیک اغلب خفیف هستند اما میتونن بسیار جدی باشن در این ویدئو ده درمان مفید و مؤثر خانگی رو برای انواع های قذایی بررسی میکنیم علائم آلرژی غذایی میتونه نواحی مختلف بدن رو به طور همزمان تحت تأثیر قرار بده برخی از علائم رایج عبارتند از احساس خارش در داخل دهان گلو یا گوش بصورات قرمز خارشدار برجسته یا همون کهیر تورم صورت، اطراف چشم ها،, لب ها، زبان و سقف دهان استفراغ چه چیزی باعث آلرژی غذایی میشه؟ آلرژی غذایی زمانی اتفاق میافته که سیستم ایمنی دفاع بدن در برابر عفونت به اشتباه پروتین های موجود در غذا رو به عنوان یه تهدید تلقی کنه. در نتیجه تعدادی از مواد شیمیایی آزاد میشه. این مواد شیمیایی هستند که باعث بروز علائم یه واکنش آلرژیک میشن. تقریبا هر غذایی میتونه باعث واکنش آلرژیک بشه. اما غذاهای خاصی وجود دارن که مسئول اکثر آلرژیهای های غذایی هستن. غذاهایی که بیشتر باعث ایجاد واکنش آلرژیک میشن عبارتند از شیر، تخم مرغ، بادام زمینی، آجیل درختی، ماهی، صدف، مقداری میوه و سبزیجات. اکثر آلرژی های غذایی بر کودکان کوچکتر زیر سه سال تاثیر میذاره. اکثر کودکانی که در اوایل زندگی به شیر، تخم مرغ، سویا و گندم آلرژی غذایی دارن، با شروع مدرسه از اون آلرژی ها خلاص میشن. آلرژی به بادام زمینی معمولا طولانی تره. آلرژی های غذایی که در بزرگسالی ایجاد میشن یا تا بزرگسالی ادامه پیدا میکنن احتمالا آلرژی مادام العمر هستند تا آخر این ویدیو با من همراه باشید تا ده درمان خانگی مفید برای آلرژی غذایی رو با هم بررسی کنیم. 1. رژیم های بهترین روش برای درمان آلرژی غذایی اینه که از مصرف مواد غذایی حساسیت زا به طور کامل خودداری کنید. تعدادی از رژیم های غذایی حذفی وجود داره که میتونه مؤثر باشه. اما مهمه که اشتباه نکنید. به خصوص اگه مطمئن نیستید که چه چیزی باعث واکنش منفی شما میشه. اونچه رو که به مدت دو تا چهار هفته میخورید با جزئیات هر وعده غذایی همراه با ثبت هر گونه واکنشی که ممکنه در طول مسیر تجربه کنید یادداشت کنید. سپس به آرامی شروع به حذف برخی غذاها از رژیم غذایی خود به مدت یک تا دو هفته در یه زمان کنید و هر گونه تغییر در واکنش بعدی خود رو کنترل کنید. در اون مرحله اگه شک دارید که حذف یک غذا از رژیم غذایی باعث بهبودی شده باید شک خود رو دوباره بررسی کنید و اون رو به رژیم غذایی خود اضافه کنید دو بار در روز پس از بازگشت علائم میتونید با خیال راحت تایید کنید که اینها غذاهای محرک شما هستند این کار رو به طور مکرر انجام بدید تا زمانی که تمام حساسیت های غذای خود را شناسایی کنید. دو، اسید معده را افزایش بدید. دلیل اینکه پروتئین های خارجی به بدن راه پیدا می کنن و متعاقبا باعث پاسخ ایمنی میشن اینه که اسید کافی در مده برای تجزیه صحیح غذا وجود نداره. کمبود چیزی مثل اسید کلوریدریک میتونه توانایی های گوارشی بدن رو به خطر بندازه. بنابراین افزایش مقدار اسید معده برای از بین بردن آلرژی غذایی ضروریه. به این هیدروکلوراید توسط برخی پزشکان به عنوان منبع مکمل اسید هیدروکلوریک برای افرادی که کمبود تولید اسید معده دارند توصیه میشه. س موز موز در تسکین علائم واکنش‌های آلرژیک به غذا بسیار خوبه. موز صورت پوستی و ناراحتی معده رو کاهش میده و به تنظیم متابولیسم بدن کمک میکنه. بنابراین خوردن موز به اندازه کافی آلرژی غذایی رو درمان نمیکنه. اما شدت یا احتمال واکنش های آلرژی که بیش از حد جدی رو کاهش میده. چهار، زغال چوب فعال استفاده از زغال فعال به مقابل با اثرات واکنش های آلرژیک با شکستن پورت اینها و کمک به حرکت بدون توجه اونها در سیستم گوارش کمک میکنه. میشه اون رو با آب مخلوط کرد یا از محلول آب شیرین برای تنظیم سیستم گوارش استفاده کرد. برای موثر بودن به مقدار مناسبی حدود 60 گرم نیاز دارید. 5. ویتامین سی ویتامین C اغلب با بهبود سلامت سیستم ایمنی مرتبطه که ممکنه تحت تاثیر یه واکنش آلرژیک قرار بگیره. با این حال همونطور که گفته شد مطمئن شید که به هیچ یک از میوه ها و سبزیجاتی که سیستم خود رو تقویت میکنید حساسیت ندارید چون این امر میتونه برای کل فرایند مضر باشه. 6. روغن کرچک روغن کرچک معده شما رو میپوشونه و اثرات شدید واکنش آلرژیک به غذایی که میخورید رو کاهش میده. هر روز صبح با معده خالی مقدار کمی روغن کرچک یک فنجان آب با پنج تا 10 قطر روغن کرچک بنوشید. هفت، غذاهای غنی از ویتامین ای ویتامین ای به عنوان داروی ضد حساسیت شناخته شده. و میتونه قدرت سیستم ایمنی بدن شما رو تقویت کنه. بنابراین پروتین های قابل قبول رو به اشتباه به عنوان مواد خطرناک خارجی تشخیص نمیده. برخی از غذاهای غنی از ویتامین ای عبارتند از توفو، اسفناج، بادام، تخمه آفتابگردان، آووکادو، میگو، قزلالای رنگین کمان، روغن زیتون و کلمه بروکلی. هشت، روغن بذر کتان و اسید پانتوتنیک روغن بذر کتان در تقویت رفتار ضد حساسیت بدن بسیار موثره این سیستم ایمنی رو تحت تاثیر قرار میده و تحمل سیستم های بدن رو در برابر انواع مختلفی از پروتئین ها و مواد غذایی بهبود میبخشه. اسید پانتوتنیک یکی دیگه از عناصر بسیار مهم در فعالیت ضد حساسیت اما با نام ویتامین B5 هم شناخته میشه. برخی از بهترین مواد غذایی برای ویتامین B5 عبارتند از قارچ، ماهی روغنی قزلالا، پنیر، تخم مرغ، آووکادو، گوشت گاو، گوساله، گوشت خوک، مرغ و سیب زمینی شیرینه. نه لیموتاش آب لیموتاش وقتی با مقداری اصل به آب اضافه بشه میتونه به عنوان یه ماده سمزده قوی در بدن عمل کنه. اگه این مخلوط رو برای چند هفته بنوشید میتونه سموم رو از سیستم شما دفع کنه. اینها انواع سمومی هستند که میتونن سیستم ایمنی بدن شما رو گیج کنن و باعث ایجاد این مشکلات در هضم پروتئین شما بشن. ده آب هویج و آب خیار این مخلوط یه درمان بسیار مؤثر برای آلرژی های غذاییه اجزای ضد حساسیت در هر دوی این آب سبزیجات اونها رو به انتخابی هوشمندانه برای مسائل آلرژی غذای شما تبدیل میکنه. در حالی که این درمان های خانگی میتونه به مشکلات شما کمک کنه، آلرژی غذایی میتونه بسیار شدید و حتی کشنده باشه. شما باید با یک متخصص آلرژی صحبت کنید تا بتونید تمام اطلاعات مربوط به وضعیت خود را دریافت کنید. بسته به شدت آلرژی اجتناب از غذا به طور کامل احتمالاً آقلانه ترین انتخابه. مثل همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. ممنون که تا این لحظه از ویدیو رو با ما همراه بودید. شاد و تندرست باشید.